مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای عربشاهی. قبل از پرداختن به اعتراضات اجازه بدین ابتدا به درگیری در زندان مرکزی کرج بپردازیم. سازمان حقوق بشر ایران گفته که در پی انتقال یک زندانی محکوم به اعدام به انفرادی، زندانیان اقدام به بستن راه ورود ماموران کردن و شعارهای ضد حکومتی سر دادن. مشابه این حادثه چندی پیش در زندان اوین و زندان لاکان رشت هم اتفاق افتاده بود. آیا میشه گفت به نوعی که این اتفاقات نتیجه یک برنامه امنیتیه؟ بله، درود بر شما. ببینید، واقعیت اینه که هنوز اخبار کافی از داخل زندان رو نداریم، اما چیزی که مشخص است این است که حساسیت زندانیان هم مثل مردم عادی به حکم غیر انسانی اعدام افزایش پیدا کرده. میدونیم که الان جامعه ما خیلی حساس شده به در مقابل حکمی که میشه قتل قانونی هست، اینکه جان انسانی رو به حکم قانون بگیرن. هنوز جامعه ما سوگوار دو نفری هست که به دلیل مشارکتشون در اعتراضات دستگیر شدن، حکم اعدام رو به اتهام محاربه گرفتن و این حکم برای اونها اجرا شد. الان هم خیلی ها به حال زیر این حکم هستن. نمیدونم این کسانی که به حال داشتن به انفرادی میبردن آیا از زندانیان سیاسی بودن و یا زندانیان عادی، ولی مهم اینه که الان جامعه حساس شده به اجرای حکم اعدام در به هر بهانه ای، و این به نظر من یکی از اون جلوه های گسترش جنبش زن زندگی آزادی هستش که حتی در زندان هم اهمیت رو پیدا کرده. شعارهای خیلی تندی سر میدادن، شعارهایی که علیه شخص اول مملکت هستش. بعد از اینکه به هر حال ما این شعارها رو در خیابونا، مدارس، دانشگاه شنیده بودیم، از درون زندان ها میشنویم حالا، و میشه گفت که اون فضای ترس به نوعی شکسته که فقط این شعار علیه خامنه ای رو ما دیگه مونده فقط از پادگان ها بشنویم، چون زندان به هر حال میدونیم چقدر فضاش فضای امنیتی است و خیلی شجاعت میخواد که اونجا بیاید، شما بایستید، مبارزه کنید و چنین شعارهایی رو سر بدین که این رو میبینیم امروز. آقای عربشاهی، حالا به اعتراضات و اعتصابات بپردازیم. با همه ارعاب‌ها و سرکوب‌ها شاهد این هستیم که اعتراضات به طور پیوسته مسیر خودش رو طی می‌کنه. حالا فقط شیوه‌هاش عوض شده شاید. نظر شما چیه در این مورد؟ بله، مهمترین ویژگی که این جنبش انقلابی در سال 1401 داشت، خیلی ها روش تاکید کردن، همین مسئله تداوم هست. ما نگاه میکنیم در این 3 ماه گذشته شاید فراز و فرودهایی داشته، شاید یک زمانهایی تعداد اون کنش‌های اعتراضی بیشتر شده، مناطق جغرافیایی بیشتری رو پوشش داده، یه زمانهایی یه مقدار کمتر شده، اما مهم این بوده که تقریبا هیچ روزی بدون اعتراض سپری نشده به شکل‌های مختلف. یه زمانهایی میبینیم که دانشگاه میاد جلودار و پرچم دار اعتراض میشه، یه روزهایی شهرهای کردنشین هستن که آتش اعتراضات رو روشن نگه میدارن، روزهای دیگه عموما جمعه ها میبینیم که شهروندان و هموطنان بلوچ ما هستن که این جنبش رو جلو میبرن و چقدر پیوند پیدا کردن با جنبش سراسری، و روزهای دیگه هم اعتصاب هستش که کارگرا، بازاریا و غیره انجام میدن، شعارهایی که از درون خونه ها داده میشه، شعار نویسی هایی که انجام میشه. این تداوم به هر حال به نظر من خیلی مهمه. ما در مقابل یه سرکوب فراگیری که از طرف حکومت داره انجام میشه، 3 ماه هست که این تداوم رو میبینیم، حکومت رو آسی کرده. اگر در واقع این تداوم در کنار حفظ امید در مردم و معترضین بمونه، من مطمئن هستم که میتونه به نقطه‌ای برسه که توازن قوا رو بین مردم و حکومت به هم بزنه، و به هر حال این تداوم تا این لحظه کلید موفقیت این جنبش و پیشرویش بوده. آقای عربشاهی، ما در روز گذشته شاهد اعتصاب کارکنان شاغل در صنعت نفت در برخی از شهرها بودیم. از اهمیت اعتصابات این قشر برامون بگین لطفا. ببینید، دلایلی که حالا من شنیدم، فکر می‌کنم که اون چیزی که اعلام کردن دلایل اقتصادی و صنفی داشته شروع اعتصابشون، ولی یه نکته خیلی مهم اینجا هستش، کسانی که وارد اعتصاب شدن در برای اینها کارکنان رسمی صنعت نفت هستن. ما تا حالا اینو نداشتیم، یعنی قبلا هم اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی رو در صنعت نفت و پتروشیمی و صنایع وابسته می‌دیدیم، بیشتر کارکنان و کارمندان پیمانی بودن، اونا بودن که اعتراض می‌کردن، کارکنان رسمی نمی‌اومدن. این
اضافه شدن کارکنان رسمی و اومدن اونا به نظر من اون نقطه‌ای هستش که آژیر خطر رو میتونه برای جمهوری اسلامی به صدا در بیاره. شرایط کشور میدونیم جمهوری اسلامی تمام توان و انرژی خودش رو در این چند ماه گذشته صرف سرکوب مردم کرده، ولی بحران‌های سیاسی دیگه هستش، بحران اقتصادی، شرایطی که قیمت دلار داره میره بالا، وضعیت کار، وضعیت معیشتی و اینها جاهایی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی عاجز از حل بحران و حل مسئله هستش. مسائلی از این دست مثل اعتصابات در صنایع مختلف و همینطور در صنعت نفت رو بیشتر خواهیم دید و طبیعتاً اگر کارکنان رسمی هم در این اعتراضات کنار کارکنان پیمانی قرار بگیرن در صنعتی مثل صنعت نفت که بسیار مهم هستش، اون اعتصابات به هر دلیلی اگر شروع شده باشه، حتی اگر دلیلش سیاسی نباشه، ضربه‌ای که میزنه اون ضربه در واقع میتونه کمک کنه به جنبش و معترضینی که در خیابون و جاهای دیگه هستن و اونها رو در واقع رو به جلو ببره.